سلام با خبرهای این ساعت طلو خوش آمدید امروز شنبه 11 ماه جوزای سال 1389 هجری خورشیدی است که برابر می شود با اول ماه جون سال 2010 میلادی در این برنامه سیاوش زمینی و, و تمنا احمد زایر با تازه ترین رویدادهای ورزشی و پیش بینی آب و هوای فردا در استودیوی خبر با خود داریم در آغاز سرخط چند خبر کشور تلاش واشنگتن برای همسانسازی نقش و پاکستان در افغانستان ادعای دبیر کل ناتو از نیرومن شدن طالبان در افغانستان و واکنش ها در برابر برگزاری جرگه ملی مشورتی سال شجازکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت ایالات متحده آمریکا تلاش دارد تا نقش هند و پاکستان را در افغانستان همسان سازد بر بنیاد گزارش رویترز موضوع افغانستان بخشی از گفتگوها میان دهلی نه و واشنگتن را میسازد که تا چند روز دیگر صورت خواهد گرفت هرچند جنرال استنلی مکپرستال هشدار میدهد که افزایش نقش هند در افغانستان برای منطقه تنشزا خواهد بود این گزارش شاکی است که با وجود راهی پیام های گوناگون از سوی ایالات متحده ای آمریکا درباره نقش هند در افغانستان کارشناسان آمریکایی بدین باور هستند که منافع رابردی پاکستان در افغانستان هنوز بیشتر است هرچند مقام های امریکا این موضوع را به شدت رد می کنند. اصل منافع ما بر روابط مثبت با کشورهای هند و پاکستان استوار است. با بیان دیگر در این قضیه دوست دشمن برای ما دشمن نیست. بانک با که در گزارش گفته شده است که اداره اوباما در تلاش یکسان ساختن نقش هند و پاکستان در افغانستان است اما شماره از مقام های امریکایی در این دوره نگران هستند چنانکه پیشتر فرمانده نیروی خارجی در افغانستان در ارزیابی به این موضوع اشاره کرده است افزایش نفوذ این در افغانستان ممکن است بیشتر به افزایش تنش های منطقه ای بیانجامد و پاکستان را ترخیب به اقدامات همسان در افغانستان و هند بکند. بر بنیاد این گزارش هرچند پاکستان از نفوذ هند در افغانستان همواره نگران بود است اما مقامات امریکایی به شکایت های اسلام آباد در این راستا توجه نکردند و بر کمک های دهلی نو با کابل تاکید ورزیدند پیام برای پاکستان این است که بیشتر مال خلیایی عمل ننماید و هند هم نباید به اقدامات دست بزند که سبب برانگیختن پاکستان می شوند. پیشتر مقامات افغان گفتند که نمی خواهند افغانستان به میدان رقابت ها میان پاکستان و هند مبدل شود. با این هم در بخشی از این گزارش از زبان یک مقام آمریکایی گفته شده است که اگر پاکستان از افزایش نقش هند در افغانستان نگران است، پس با سهم گرفتن در بازسازی افغانستان به اقدامات مشابه دست بزند. ناتو نیرومند شدن طالبان را در افغانستان میپذیرد دبیر کل ناتو در یک گفتگو با شبکه خبری کانادا میگوید که طالبان در افغانستان نیرومندتر از آن هستند که ناتو درباره آن تصور میکرد اما دبیر کل این سازمان میابزد که نیروهای خارجی نیز در سال روان از نگاه سیاسی و, سی و نظامی پیشرفتهای چشمگیری خواهند داشت اندرس فوکراس میوسن سرمنشی ناتو در یک گفتگوی با شبکه خبری کانادا با اشاره به عمله های اخیر گروه طالبان و پایگاه های هوایی کندهار و بگرام از شدت حملات طالبان در ماه گذشته در کشور خبر می دهد. ناتو باید صادقانه بگوید که طالبان نسبت به پیش هایی که در سال 2001 میلادی یعنی در آغاز عملیات در افغانستان وجود داشت نیرومندتر می باشند. اما ناتو نیز عملیات نظامی خود را ادامه خواهد داد. و در این سال جهت جنگ تغییر خواهد کرد زیرا در گام نخست شمار سربازان خارجی در افغانستان بیشتر شده است و دوم که روند سیاسی در افغانستان به جهت درست حرکت می کند در حالی که حکومت افغانستان برای برگزاری جرگه مشورتی سال آمادگی می و کابل فردا شاید برگزاری این جرگه خواهد بود دبیر کل ناتو از تلاش های نیروهای این سازمان برای تامین امنیت برگزاری این جرگه نیز خبر می دهد. این مهم است که کابل از یک موقف قدرت با مخالفان داخل گفتگو شود و به همین دلیل ناتو تلاش های نظامی خود را ادامه می دهد. در حالی که نیروهای ناتو برای راه اندازی یک عملیات گسترده در قندهار آمادگی می گیرند، دبیر کل ناتو می گوید که طالبان می دانند ناتو با را اندازی عملیات در قندهار لانه های آنان را مورد حمله قرار خواهد داد. از این رو هزه ایچ اقدام خودداری نخواهند کرد. با باور وی طالبان میدانند که شکست در قندهار ضربه شدیدی برای آنان خواهد بود. این اصحار را در حال صورت می گیرند که بلسوالی برگ مطال بلد نورستان دوباره در اداره حکومت در آمد. پلیس نورستان میگوید که این بلسوالی را دیشب پس از یک عملیات تصرف کردن و میابزد که در این عملیات چهار جنگجوی طالب کشته و زخمی شدند. پس از نبردهای شش روزه میان نیروهای امنیتی و طالبان طالبان پاکستانی و چیچنی ولسوالی برگ مطال سوپر روز شنبه به دست طالبان افتاده بود اعتلاف ملی تغییر و امید به رهبری دکتر عبدالله عبدالله در جرگه ملی مشورتی سال شرکت نخواهد کرد دکتر عبدالله با آنکه جرگه ملی مشورتی سال را جرگه ملی نمیداند اما میگوید که اگر فیصله های این جرگه به سود سالها ثبات در کشور باشد مورد پذیرش آنان خواهد بود دکتر عبدالله عبدالله نامزد پیشین انتخابات و رهبر ائتلاف ملی تغییر و امید میگوید که جرگه ملی مشورتی صلح یک جرگه حکومتی است و اجندای مشخص ندارد و تاکید میورزد که اعضای این جرگه سوی مسئولان حکومت برگزیده شدند ما تصمیم گرفتیم که باعث ائتلاف ملی تغییر و امید که در این جرگه شرکت نکنیم و کسایی که شرکت هم میکنند که شاید به این اطلاف مربوط باشند حتی در صحبتی که با اونها هم داشتیم مطمئن نبودن از نتایج جرگه دکتر عبدالله این تصمیم اطلاف ملی تغییر و امید را حرکت مخالف آوردن صلح و, و صبا در کشور نمی داند. و می گوید که فیصله های این جرگه پس از تصویب شروع ملی مورد تایید قرار خواهد گرفت اگر یک فیصله باشه که منافع مردم افغانستان در او مزبر باشه در هیچ سوال پیش ما وجود نخواهد داشت هر چیزی که به نفع افغانستان باشه به نفع مردم باشه او مورد تایید ما خواهد بود اسوی هم آقای عبدالله حضور زنان را در این جرگه کم رنگ می خواند و راه حل آوردن سال و ثبات در کشور را رسیدگی به خواستهای مردم و ایجاد یک حکومت مردمی می گوید در همین حال والی برخ با آنکه یکی از دعوت شدگان این جرگه است از حضور در این جرگه به علت آنچرا که مشکل امنیتی می خواند خودداری می کند و تاکید می ورزد که جرگه ملی مشورتی سال

در تامین صلف و ثبات از دید شک و تردید می نگرد اما برخی از کارشناسان برگزاری چنین ها را در گفتگو با مخالفان مسلح دولت اثرگذار می دانند